سرخط خبرها چیرگی های فرمانده علی پور علی طالبان اعلام جنگ کردن. طالبان نظام الدین قیصری را جزا دادن. 100,000 افغانی برای هر کشته، غم شریکی طالبان با خانواده های قربانیان آموزشگاه کاج. معترضان در بلخ از سوی قطعه سرخ طالبان بازداشت شدن. انفجار بالون گاز در کنر جان دو عضو خانواده را گرفت. و هشتگ نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید میلیونی شد. سلام دوستان، به یک زیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو مهم با ما باشید. انفجار بالون گاز در کنر جان دو عضو خانواده را گرفت. منابع محلی در کنر گفتند که در نتیجه انفجار یک بالون گاز در این ولایت دو عضو خانواده کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. این رویداد پیش از چاشت روز یک شنبه در میزان در مربوطات نهایی اول شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر رخ داده است. یک منبع معتبر محلی به روزنامه 8 صبح گفت که در نتیجه این انفجار دو کودک خردسال یک خانواده کشته و پدر و مادر این کودکان زخمی شدند. به گفته منبع وضعیت صحی زخمیان نگران کننده است. هشتگ نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید میلیونی شد. در پی تجدید کارزار تیویتری برای توقف کشتار هزاره ها، اکنون ترند تیویتر این کارزار به 1,000,000 رسیده است. هشتگ نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید روز دوشنبه 11 میزان به 1,000,000 رسید و روند همرسانی این شعار در تیویتر ادامه دارد. شمار شخصیت های جهانی و نویسندگان نیز به این کارزار پیوستند. کارزار دادخواهی برای هزاره ها روز جمعه آغاز شد. کاربران خواستار توقف آنچه که نسل کشی هزاره ها می نامند شدند. این کارزار پس از آن آغاز شد که بامداد روز جمعه یک ماجم انتحاری خود را در میان دانش آموزان آموزشگاه کاج در غرب کابل منفجر کرد که منجر به کشته شدن 49 تن و زخمی شدن 96 تن دیگر شد. معترضان در بلخ از سوی قطعه سرخ طالبان بازداشت شدند. منابع محلی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از بازداشت دختران دانشجوی معترض توسط قطعه سرخ طالبان خبر می دهند. منابع محلی گفتند که قطعه سرخ طالبان در بلخ ده ها دختر دانشجوی معترض را پیش از چاشت روز دوشنبه 11 میزان بازداشت کرده و به مکان نامعلوم انتقال دادند. و گفته منابع، پس از آنکه طالبان مانی بیرون شدن دختران دانشجو از خوابگاه دانشگاه بلخ شدند، دختران دانشجو بیرون از خواب به تنهایی به جاده ها ریختند و شعار توقف نسل کشی هزاره ها را سر دادند. پس از این اعتراض، قطعه سرخ طالبان در بلخ دختران معترض را بازداشت کرده و به آنان گفته است که پدرهایشان را بخواهند تا آنان را به قید ضمانت از بازداشت رها کنند. منابع می افزایند که طالبان شمار از دختران معترض را در شهر مزار شریف داخل امبولانس های نظامی انداختند و به مکان نامعلوم منتقل کردند. آغاز قیام هزاره ها بر رهبری علی پور. پیام علی پور: چیرگی ها برمی گردند، با وقت و زمانش در این شک نکنیم. خود را آماده کنیم برای بازگشتشان. آنان که منتظر آمدنشان هستند تدبیر بسنجند. آنان که فکر میکنند با آمدن و بودن تحقیر میشوند و خود را خوار و بیکاره میبینند، همین حالا تا میتوانند جان بکنند و کفت دل خود را خالی کنند. چون با آمدن چیریکی ها و صدای راکت کو بزن کس به حرفشان گوش نخواهد داد تا بتواند زیر دلها را خالی کند. فقط صبر کنیم و این روزهای تخت را با مواظبت از روح و روان خود پشت سر بگذاریم.
قرار نیست فقط من علی پور باشم، همه همسنگریم. علی پور و قمر و شفی و غیره است. روزهای سخت را در پیش داریم. هر گروه جنایتکار گروه های جنایتکار تر دیگر را در عقب خود دارد. لازم است هزارها هرچی سریع تر ولی سنجیده شده دنبال برنامه ریزی ورای حل باشد، ورنه شرایط در حال وخیم شدن است و بدتر هم خواهد شد. آنگاه دیر خواهد بود. پیام فرمانده علی پور به مردم هزاره. همچنان طالبان قیصری را جزا دادن. قیصری: پاسپورت مرا گروگان گرفتن. من از سفر محروم هستم. به زادگاهم اجازه رفتن نیست. این چی عدالت است؟ 100,000 افغانی برای هر کشته. غمشریکی طالبان با خانواده های قربانیان آموزشگاه کاج. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده که جهت همدردی با خانواده های قربانیان حمله انتحاری مرکز آموزشی کاج مبلغ 100,000 افغانی به هر خانواده کمک نقدی میکنند. به گزارش سپوتنیک، وزارت داخلی طالبان که از سوی سرالدین حقانی رهبری میشود، آیت را برای غمشریکی با خانواده های قربانیان حمله خونین اخیر بر غرب کابل اعزام کرده و به هر خانواده که عضو خود را در این رویداد از دست داده 100,000 افغانی اختصاص داده است. طالبان آیت را به رهبری زین الله رئیس دفتر وزیر داخلی طالبان به غرب کابل فرستاده تا با خانواده های قربانیان آموزشگاه کاج غمشریکی کنند. آیت طالبان با خانواده های قربانیان مرکز آموزشی کاج دیدار و به خانواده های جان باختگان 100,000 افغانی و برای زخمیان 50,000 افغانی کمک کرد. این قیمت است که در زمان نظام جمهوریت برای کشتگان و زخمیان تعیین شده است. این در حال است که صبح روز جمعه یک مهاجم انتحاری هنگام برگزاری امتحان آزمایشی کنکور بر آموزش‌های کاج در غرب کابل حمله کرد. هندوها و سکها حذف شدند. اکنون نوبت کیست؟ در این اوضاع متلاطم و بحرانی، خبری که چندان به آن پرداخته نشد این بود که اخیراً پس از کوشش فراوان، رای پیدا شد و 55 تن دیگر از اقلیت هندو و سک اهل افغانستان توانستند این کشور را ترک کنند. طالبان به آنها اجازه ندادند که کتاب مقدس خود را با خود به بیرون از کشور ببرند. با گفته رئیس بین المللی هند که در انتقال هندوها و سکها از افغانستان به هند همکاری داشته، در حال حاضر فقط 43 تن از اقلیت‌های دینی در افغانستان باقی مانده‌اند. سپاس که تا اینم با ما بودید. کافیه چینل رو سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.